مطمئنن کسانی که منافعشون تحت شعاع قرار میگیره مقاومت میکنن و این مقاومت یا به شکل شکایت قضاییه به دیوان یا محاکم که منافعشون تحت تاثیر قرار گرفته، قانونم بهشون اجازه داده. حالا تو این محاکم یا ما پیروز میشیم یا شکست میخوریم و یا از ابزارهای حاکمیتی استفاده میکنیم، بالاخره تضرر شهرداری رو به حداقل میرسونیم، که تو این زمینه باید بگم که قوه قضاییه به ما خیلی کمک کرده و خیلی کمک میکنه. مثلا تو ضوابط باغات، تو ضوابط باغات ظاهرش خیلی فریبنده بود. خب شما تو ضوابط برژباغ میگی که ما برای اینکه باغ رو حفظ بکنیم میاییم 30% اجازه سطح اشغال میدیم برای اینکه ما بقیه حفظ بشه. توی این اتفاق ظریف یه اتفاق دیگری داره میفته. اولا تغییر کاربری داره اتفاق میفته از باغ به مسکونی که قبلا نبوده. این دوم، هیچ وقت این تحقق پیدا نمیکنه، یعنی اون بارگذاری که ما داریم میکنیم مثلا 9 طبقه با 30% سطح اشغال، پارکینگ ها و خدماتی که باید برای اون برج تامین بکنیم تو اون 30% زیر زمین تامین نمیشه. مجبور میشیم که سطح اشغال رو زیر زمین مثلا تا 80% و بعضا تا 100% افزایش بدیم. اینجا یه سوال پیش میاد، کو باغ؟ باغ کجا رفت؟ و این ما تو این دوره جلوگیری کردیم از این موضوع. طبیعتاً کسایی که بالاخره منافعشون تو این بوده هم میرن تمام تلاش خودشون رو میکنن، حتی هزینه میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته. ضمن اینکه حالا شما وقتی یه قطاری داره با سرعت 200 کیلومتر میره، ترمزش رو میکشید، یه خط ترمزی داره دیگه، بالاخره یه طول میکشه تا ایست کامل بکنه، یه تعدادی این وسط میمونن که واقعیت اینه که قانوناً حق داشتن بسازن، ما ازشون پول گرفته بودیم و اون موقع قانون جاری بوده. یه جایی ما اینو کات کردیم با شهرداری و شورای شهر. اینا میرن شکایت میکنن و اجازه صدور پروانه میگیرن یکی یکی. الان 6-7 مورد از اون مورد 62 مورد تونستن رأی بگیرن، رأی قضایی میگیرن برای اجرا. کسی یا جریانی خواستش که موتور ترمز قطار مبارزه با رانت شهرداری هم بکشه؟ ببینید، من چیزی نمیگم، مثلا مورد شخصی آدم براتون معرفی نمیکنم، ولی کسی که مثلا فرض کنید منافع میلیاردیش تحت تاثیر قرار گرفته باشه، خب حاضر 1-2% این منافع رو هزینه بکنه. به طور شهرداری به طور دائمی در معرض این قضیه است. توجه کردید؟ شهرداری به طور دائم جز سازمانهایی که در معرض این قضیه است. یعنی من خدای نکرده بدنه اقوا شده کارشناسی شهرداری رو خیلی موقعا چیز نمیدونم، مقصر نمیدونم، طرف مقابل رو هم بیشتر مقصر میدونم. کارمندی که مثلا فرض بکنید با 7-8-10 میلیون، کارشناسی که با 7-8-10 میلیون داره حقوق زندگی میکنه، یک کس دیگری ممکنه بیاد اقواش بکنه. همه هم که بچه پیغمبر نیستن که، ممکنه اقوا بشن تو این شرح. ولی مهم اینه که نظام سیستم اداری وقتی مطلع میشه و باخبر میشه از این قضیه، چشمشون میبنده یا برخورد میکنه. ما تلاش کردیم که برخورد کنیم، از سر و صدا هم نکردیم. خیلی از موارد بوده که حتی سر مثلا فرض بکنید قرار چیز شده، انجام شده، خیلی بی سر و صدا برخورد شده، تحویل محکمه شده، یا خیلی ها در ابتدای اقوا شدن بهشون تذکر داده شده که مراقب باشید، فکر نکنید که مثلا سیستم حواسش به شما نیست، پاتون کج بذارید باهاتون برخورد میکنه. و تلاش کردیم درصد کوچیکی که ممکنه این اتفاق براشون بیفته، آبروی درصد بزرگی که دارن با صداقت خدمت میکنن رو ملکوک نکنن. ما شکایتی که انجام دادیم، این پرونده توی دادسرای نیروهای مسلح در حال بررسیه. ما
یه پرونده قبلی رو برای دادستان فرستادیم موقعی که پرونده بازپرسی باز بود و مفتوح بود. ظاهرا اون به شکایت منجر نشد. تصور ما این بود که خب وقتی پرونده مفتوحه و بازپرس داره تحقیق میکنه، گزارش شهرداری تهران که ما ادعا میکنیم که چنین چیزیه تو پرونده لحاظ میشه. ظاهرا این اتفاق نیفتاده بود. مجددا با از طریق سامانه‌ای که قوه قضاییه داره، مجددا از طریق دفتر حقوقی طرح شکایت کردیم و سامانش هم شماره پیگیریش هم گرفتیم، برای اعضای شورای شهر ارسال کردیم. به هر صورت هم ما و هم سپاه از هیئت مدیره یاس شکایت کردیم و کسانی که یاس رو اداره میکردن، شرکت رسا تجارت، و همه این اتفاقات تو اونجا افتاده. برآوردهای قطعی اولیه که با سپاه به توافق رسیدیم بالای 4000 میلیارده. به نظر ما بیشتر از اینه، ولی به هر صورت اون چیزی که اونا پذیرفتن 4000 میلیارده که از سرمایه های شهر تهران در این پرونده وجود داره. بازم محافظه‌کاری بود یا بهتر؟ تعلل نه، گزارشی که دادیم مال مثلا 2 سال پیشه. خب نه، چی شد که باعث عدم ثبت شکایت رسمی شد؟ اعضای شورا گفتن اون گزارشی که ما پیگیری کردیم، اون گزارشی که شما دادید به جایی نرسیده. ما هم پیگیری کردیم دیدیم بله، در حالی که منطقا باید میرسید. ببینید بازپرسی اصلا در حقیقت بازپرس وظیفه‌اش تحقیق دیگه، تحقیق میکنه که چه اتفاقی افتاده، این اتهامی که میگن درسته یا غلطه، و وقتی پرونده تکمیل میشه میره برای دادسرا که بررسی بشه. ما در مرحله تحقیق یه پرونده مفصلی فرستاده بودیم. تصورمون این بود که این تاثیر داره تو پرونده، ولی ظاهرا تاثیر نگذاشته بود. به اعتقاد من نه، مگر اینکه برام حساسیتی وجود نداشته یا اساسا این وجه کسب درآمد رو برای شهر موجه شناخته باشم. من خودم همین الان تو شهر که تردد میکنم، حجم غیر متعارف که میبینم چک میکنم، و اگر مثلا مصوبه درست و درمون یا چیزی نداشته باشه باش برخورد میکنم. حتما یه اتفاقی افتاده. طبیعتاً هر کسی که شهردار بشه این حساسیت رو باید داشته باشه. پس این که من نمیدونستم، من اطلاعی نداشتم، اینا قابل حلیم. ببینید یه موقعی ممکنه اتفاقی زیر مجموعه آدم بیفته که واقعا آدم نمیدونه، خب اطلاع نداره، مثل اتفاقی که تو منطقه 2 تا از مناطق ما افتاد. من واقعا نمیدونستم اینا. مشکلتون آخر چه بود؟ حالا چون فعلا در حد اتهام داد بله قطعا، منطقه الان در حد اتهامه. تا نره دادسرا و حکم صادر نشه ما نمیتونیم حکم صادر بکنیم، نباید هم بکنیم. ولی این که خب یه کار غیر متعارفی اونجا اتفاق افتاده محرزه، عمدتا مربوط به منطقه 21، مربوط به زمانیه که مثلا زمان رفتن آقای نجفی، آمدن آقای افشانی تقریبا همون دوره هست.